عصر روز شنبه نخست وزیر کردستان عراق آقای نجریوان بارزانی در کاخ الیزه بود و در یک کنفرانس مطبوعاتی آقای مکرون خواست تا که امکانات شیعیان افراطی برچیده شود. امریکای شیعیان دولت عراق میگویند این امر دخالت فرانسه در امور عراق است. همان روز شنبه آقای مایک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات امریکا CIA اعلام کرد نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی نوشته، از جمله به آقای قاسم سلیمانی، و هشدار داده مزاحم برنامه و خواستهای امریکا در عراق نباشند. در این اواخر زمزمه جانشینی آقای تیلرسون وزیر خارجه کنونی توسط او بسیار شنیده شده است. کاخ سفید این روزها درگیر چند مسئله و آقای ترامپ نیز فقط یک پرونده روی میز خود ندارد. شایع است روز چهارشنبه او با جابجایی سفارت امریکا از تل آویو به اورشلیم، وی اورشلیم را پایتخت اسرائیل خواهد شناخت. آقای محمود عباس در همین زمینه از همان روز شنبه با بسیاری از رؤسای دول گفتگوی تلفنی انجام داد. عربستان، قطر، مصر، تونس و فرانسه و نیز آقای اردوغان. آقای مکرون و آقای محمود عباس 7 سپتامبر همین سال همدیگر را دیده بودند. پادشاه اردن درباره این امر هشدار داده میگوید جهان عرب منقلب خواهد شد. اما هستند کسانی که باور دارند چنین امری صورت نخواهد گرفت. چند نشریه اینترنتی می نویسند سخنگوی حماس آقای فوزی برهم غزه را یک جا در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته و تنها این امر باقی مانده که او فارسی هم حرف بزند. به هر حال خارج از این نگاه، این دکور ورودی یک هتل لوکس در رام الله است که جهانگردان را به درک و تأمل وامی دارد. اگر از مذاکرات ژنو 5 درباره سوریه خبر تازه‌ای می‌خواهید، اینکه تمام این مدت مذاکرات در 2 مجزا، یعنی دولت سوریه در 1 و اپوزیسیون در 2 برگزار شده و تنها دلخوشی آن هم به عنوان امتیاز، اینکه نزدیک شدن این دو به هم فاصله 2 را فقط 5 اندازه می‌گیرد. نماینده سازمان ملل به این ترتیب به اجبار به تناوب در این 2 حاضر می شده است. کره شمالی مدعی است که آقای ترامپ به دنبال آغاز یک جنگ اتمی است. فرانسه 64 سال یعنی از آغاز و تأسیس حکومت کره شمالی رابطه سیاسی با این کشور و دولت را نداشته، کره شمالی را به رسمیت نمی شناسد. و اما از این پس دعای مشهور مسیحیان ای پدر که در آسمانی به ترجمه اصیلترش نزدیک شده و جمله خدایا ما را به وسوسه نینداز تبدیل به کمک کن تا در وسوسه نیفتیم تبدیل شده است. در پی برپایی یک نمایشگاه در برلین با عنوان لوتر کینگ و شهدا، از آنجا که عکس یک تروریست حوادث 13 نوامبر 2015 در سالن کنسرت بتکلان به نام اسماعیل عمر مصطفی در آنجا دیده شده، سفارت فرانسه در آلمان اعتراض کرده است. روز شنبه آقای اوباما در پاریس و در کنفرانس مربوط به محیط زیست شرکت کرد. Even in the year that has taken place since the accord went into effect, we've already seen progress. آقای اوباما نهار را با آقای مکرون گذراند که به خواست الیزه عکسی منتشر نشد و همینطور آقای اوباما با خانم ایدالگو شهردار و نیز آقای اولاند رئیس جمهور پیشین ملاقات داشت. کار کنفرانس و دستمزد امر پردرآمدی برای رؤسای جمهور پیشین امریکاست. بلیت ها بین 6,000 to 15,000 euro و رکورد درآمد به آقای کلینتون با رقم 74 میلیون دلار برمیگردد که در 16 سال گذشته
شماره شده است و بالاخره در آستانه افتتاح نمایشگاه قایقرانی 700 داوطلب حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای شرق پاریس تا غرب را از طریق رودخانه سن طی کردند. 11 کیلومتر برای غیر حرفه‌ای و 13 کیلومتر برای ورزشکاران. عدالت ورزشی، شادی و حضور در یک مراسم مردمی، اجرایش مشکل نیست، لازمه اش درک آن است. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها